امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوش و سلامت باشین. به شادی خداوند در تک تک خانه های شما باشد. امیدوارم که هر جای دنیا هستید دست خدا با شما باشه. و چون این روزها روزای شریره به ایرانی ها هم خیلی دارن اذیت میشن. ایمان دارم که دست خدا در ایران هست و خواهد بود. هرچم که این دولت مردان خیلی دارن مردم رو اذیت میکنن. ولی برنامه رو با دعای آغاز میکنیم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارتم برای یک روز دیگر، یک وقت دیگر ای خداوند که میتونم اینجا نام تو رو جلال بدم ای خدا. به این وقت به من دادی که ای خداوند بتونم کلام تو به این مردم برسونم و بر دل انسانهای ایرانی بشینه ای خداوند. شکرت میکنیم ای خداوند که این وقت به ما دادی ای خداوند. بس برنامه رو به دستای خودت بگیر. به این روی قدوس مسیح خداوند ما رو هدایت و حمایت بکن تا حقیقتاً آنچه که از زبانم بیرون میاد برای جلال نام تو باشه. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح. آمین. خب گیلونین عزیز، شمالین عزیز، امیدوارم که شاد و سلامت ببین. امیدوارم که در روزهای پاییزی درختان همه برگای خیلی خوشگل دنن، زرد و قرمز و نارنجی و همه رنگ بنن. امیدوارم که دلای شما هم همینچنین همه رنگ ببون و همه چی شادی در زندگی تو ببون. روز اون روزهای سختی است برای مردم ایران، برای اینکه اینقدر دولتون با هم جنگ دنن، دولتون همدیگر حرف نخنن بخورن، هر کس خنه حرف خودش ثابت بکنه. به خاطر همون روزها روزهای سختی است برای ملت ایران. حکومت ایران که اینقدر پول بدوزی خودش، پولان خودش آخرم جمع کنه، اما بگینه در یک کیسه دو کنه یا ندونم بانکای دیگر نه، یعنی که شنم برای خودشان زندگی کنم. ولی ملت ایران شما بایسی بعد از این حکومت هم بشون باید خودتون باز ایران مال شما و شما بایسی با هم زندگی بکنین، زندگی خوبی بدارین. دیروز مثلا بغل مجلس مردم تظاهرات بودون که مثلا اعتراض کردون برای حق و حقوق خودشون. یه گیده مثلا سپاهی، یه گیده مثلا سرباز سرادن که ایشون همه بزنن. خب حکومتی که ترس دنه از یک دونه اعتراض کردن یه مردم که آقا تو چرا حق مرهندینی یا ایره ای تو و یه کار دیگه، برای یه کار کوچیک اعتراض کنن، هنن سرکوب کنن، تو بودن که این حکومت حکومت جالبی نیه. حکومتی است که خونخاره، حکومتی که خانه که همش بکوشه با کشتن و با زدن و با گرفتن و شکنجه کردن خانه مردم رو بداره. یعنی مردم از یه جوری زندانی بوده در یک ایران بزرگ. کاری الان با حکومت ندانیم ما. ولی واقعا روزا روزایی است که این جوانی ما که همیشه نمونه. جوانیم ولی بالاخره یک روزی جوانی ماشنه، یک روز قدرت ماشنه، یک روز عشقی که دانیم ده خاموش آبنه. همینجوری روزا روزاییست که همیشه سردی سردی هم داره، یعنی گرمایی وجود ندنه، قلبون همه سرد آبادرن، اصلا عشق به هم هندنن، به هیچ وجه دوست ندنن که همدیگر دوست بدارن، عشق بورزن به همدیگه. روزا روزای شریریسته. اگه نگاه بکنیم مثلا احساسات مردم رو نگاه بکن، هیچ کس نخنه به همدیگر کمک بکنه، همه کس کنن که آقا خودم و خانوادم. یعنی اگرم یه جوری ببون یه چیزی مثلا پیشنه، عوضی که بشون کمک بکنن یه تلفن بگینن، منونم او تلفن همه اصلا مردم فیلم گینن که فیلم اول سرادیم بین چی اتفاقات درست اتفاقات دکه، ولی کمک همدیگر نکنن. همینه که دولت هم
استفاده کنه. این ملت که با هم خشم دنن هم دیگر کمک نکنن، خود دولت هم یه استفاده کنه. ولی ببینیم که عیسی مسیح چی کنه، عیسی مسیح در برای آخر زمان چی بوده. خانیم ببینیم خداوند ما عیسی مسیح واقعا در آخر زمان چیزهای نشون داده که گفتهای عیسی مسیح ثابت کرده که هرچی هم تمام گفتهای خداوند راست و درسته، چون واقعا عیسی مسیح هر چیزی که گفت و شد عمل کرد، خودش عمل بوده. و همه الان هم به نام عیسی مسیح وقتی کاری انجام دینین انجام بنه، چون خدا بوده که مبوشم روی قدوس خودش هده به تک تک ایمانداران، به تمام ایمانداران روی خودش در ساکن بوده در ایمانداران. برای اینکه ما تینیم به قدرت نام عیسی مسیح برای کسی شفا بطلبیم، برای کسی خوشی به طلبیم، برای کسی نمیدونم دعا بکنیم که از گرفتاری ها بیرون به خداوند. در برای خرابی های آخر زمان عیسی مسیح چنین بوده، گونه که عیسی در جواب گفت مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند. این روزون گمراه کننده زیاده، همه کس شما رو گمراه کردن. یه گونه منام بشی امامزادن بپرستین، مردن بپرستین، گمراه کنندی روزون زیاده. ولی بایستی شما با خدای خودتون بنشینین، راز نیاز بکنین، به خدای اصلی رو پیدا بکنین و بتونین در زندگی واقعا خدای زنده پرستش بکنین، نه مرده در مقابل خدا بنین. زیرا بسیاری آمده ادعا خواهند کرد که مسیح هستم و خواهند گفت که دنیا به آخر رسیده، اما باور نکنید. مسیحای زمان زیادن. عیسی مسیح 2000 سال پیش به ما بوده که بعد از مو نه کسی هنه، هیچ کسی نه ادعا بکنم اون مسیحم یا ادعا بکنم اون پیغمبرم، چون خدا ده کسی سره ندینه بعد از مسیح، چون عیسی مسیح به ما قربانی و خون خودش بریخته برای من و تو گناهکار که گناه از گناه آزاد ببیم. ما واقعا هنگامی که خبرهای جنگ ها و آشوب ها را بشنوید مضطرب نشوید. این جنگون همیشه هن، نه لازمه که چنین بقایایی رخ بده، واقعا لازمه. برای اینکه همیشه انسانون برای قدرت بیشتر، برای پول بیشتر خنم با هم بجنگن، همیشه اینجوریه. دنیا تا موقعی که دنیای این زمین برقراره همیشه اینجوری بود، همیشه با هم جنگ کردن، همیشه به خاطر قدرت. برای مثلا بعضی صحبت کنی گونه خدا کوریسه، واقعا خدای تو کجاست؟ چرا نمیبینی که این همه کشت و کشتار، این همه گرسنگی در آفریقا؟ این تقصیر خدا نیه، تقصیر من و توی زیادی خواه، من و توی مغرور. برای اینکه غرور بیش از حد هم ما رو به سقوط تو دینه، همی که نگذنه ما با انسانان کمک بکنیم، دوست داریم به انسانان کمک بکنیم، ولی چون غرور داریم اصلا غرور ما اجازه ندینه که ما به انسانهای دیگر کمک بکنیم. چی ما مثلا همست فلان کس هم که بوشم اونو کمک بکنم، نه بابا یارفون، چه مستم خیلی بالا. این غرور بیجا. اما این با آن معنی نیست که آخر دنیا نزدیک شده است. خوی جنگون همش بنده، ولی وقایعی که خداوند گونه آخر زمان رخ دهنده چیزهای دیگره. جنگان همیشه هن، نه بخاطر که اوخن خوش قدرت برای یک کشور دیگه نشون بده، شن دیگه کسای تعریف کنه که آقا اصلا دین اوشونه که دولت همه بجنگن یه دولت دیگه با، همیشه طوره. سپس ادامه داد قوم ها و ممالک علیه یکدیگر به جنگ برخواهن خواست، که همی الان دیه داریم تمام ای کشوران به جون هم دیگه دکتن. مثلا شما نگنه سوریه، عراق، یمن، لیبی، لبنان، فلسطین، همه هم دیگر هم جنگ کردن. عراق همه هم دیگر هم جنگ کردن، هم دیگر هم جنگ کردن.
مثلا نشن مگه کشور گوشایی بکنه گه. در سوریه مثلا ایزا همدیگر همه جنگ کردن، در لیبی همدیگر همه جنگ کردن، با هم علیکی جنگای به قول زبان زرگری جنگایی که اصلا ارزشی ندانه. تو تی مملکتی می ایسای جنگ کردی، خرابی به بار آوردی تی مملکت، از بین برده داری که مثلا چی بکنی؟ دولت عوضا کنی. خود دولت انده حتما نوایسی با توفنگ عوضا کنی گه. وقتی همه اعتراض کنین یه دولتی خیلی خرابه، اصلا دولتی ایسی که اصلا مثل دولت ایران. آقا این ننن اسلحه بینگینن که بایی بجنگن یا با هم بجنگین که دوتای هموطن هم دیگر بکشین. همه اعتراض دنین آقا 10 میلیون 20 میلیون همه اعتراض مگه ندنین؟ یه دفعه مثلا همه بلنده بنین انین بیرون گونین آقا همه همچین اعتراض دنین. وقتی 20 میلیون 10 میلیون آدم اعتراض کنن خیابانی من، حکومت هر حکومتی به اون من نتیجه لو بداره، مجبور برای اعتراض تو برای خواسته های تو سر فرود بره. وقتی 500 نفرانین 200 نفرانین بقیه که کیر نکنن گونم به ما چی به ما چی، خب نه همین، خب 500 نفر زینن داغونا کنن شکنجه کنن شونه گینن زندونی کنن شکنجه کنن کشنن تجاوز کنن. ولی اینم نه آدم که مثلا بخواد اسلحه بگیره با ملت با آدمای خودش بجنگه. هیچ حکومتی من نه در مقابل سیل عظیم مردم که 20 میلیون آدم با بیرون اعتراض بکنن با باوشون مثلا رگبار ده بدوشون، هیچ حکومتی در دنیا نه همچی کاری بکنه. من نه 20 میلیون 10 میلیون آدم جلو بایست که 3 میلیون آدم با ما بود سال 88 بیرون برای ریاست جمهوری، من نیست جلوش بگیره. باز مردم عقب نشینی بودن که ایشون با من جلو. اگه 3 میلیون با ما بی 5 میلیون هم با ما بی پشتیبون و 3 میلیون با بی ایشون چی غلطی دینه زمانه هیچی. بس اصلای ما اصلای تظاهر صحبت کردنه و بیرون آمدنه، نبخواییم با هم جنگ بکنیم. عیسی مسیح فرمانه که در زمانهای آخر زلزله های عظیم، قحطی ها و بیماری های موسی در بسیاری از نقاط روی خواهد داد و در آسمان نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد شد. همین الان هم ما در آسمان چیزهای عجیب و هولناک داریم. این 2000 سال پیش عیسی مسیح بفرماسه، این پری روز و پیش پری روز گوته دنی. مثلا در آسمانان همون صداهای عجیب شیپور اشتونیم، مثلا فکر کنیم مثلا یک لشکر عظیم با شیپور زیدرن. حالا ده شیپور جنگ، شیپور عزا، شیپور غم شاده نون، ولی صداها در خیلی جاها مردم شنیدن اینا رو. مثلا در ایران هم شد، تو قزوین شنیدن، توی غرب ایران فکر کنم شنیدن، در کانادا بود، در واشنگتن، در شیکاگو، در خیلی جا شنیدن اینا رو. این عیسی مسیح 2000 سال پیش گفت زلزله های عظیم، مثلا میزه سونامی هایی که الان میاد توی ژاپن و در خیلی جا. مثلا یه فیلمی در فیسبوک درست کرده بودن، اینا رو همه رو با هم گذاشته بودن، مثلا چیزهایی که یه دفعه زمین مثلا رودخونه است، زمین باز میکنه، تمام این درخت ها و جنگل هر چیه فرو میبره در خودش. یا نمیدونم یخهای بزرگ دارن آب میشن، میدونم یخهای بزرگ میگن که مال هواست. مثلا بارانهای شدید، الان این بارانهای قبلی که طوفانهای قبلی که اومده سابقه نداره، این طوفانها طوفانهای عجیب در همه جا داره میاد که سیل همه جا رو میگیره. اینا نشانه های زمان آخره که 2000 سال پیش عیسی مسیح فرموده همچی چیزا رو. اما قبل از این وقایع دوره آزار و جفا و شکنجه پیش خواهد آمد. میگه قبل از که اینا بیاد مردم میگیرن به نام عیسی مسیح، هر که به عیسی مسیح ما میاره شکنجهش میکنن میکشنش. الان شما تو ایران عقیدتون فرق میکنه،
به مسیح ایمان آوردین، ببینن شما کتاب انجیل دارین، شما رو میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن، میترسن، از خدای حقیقی میترسن، چون میخوان با خداهای دروغی شما رو سرگرم بکنن، با مرد پرستی میخوان شما رو سرگرم بکنن، دوست ندارن شما خدای زنده رو بشناسین، دوست ندارن شما با خدای زنده رابطه داشته باشید، دوست ندارن که شما این خدا رو بشناسین و زندگی های شما تحول ایجاد بشه، آرامش خدا داشته باشین. میخوان با مرد پرستی و با خداهای دروغین شما رو سرگرم بکنن و مردم میبینن که واقعا اگر این خداها اینن، اگر این اماما اینن، ما اصلا هیچ چی رو قبول نداریم. مردم بیزار کردن، واقعا مردم بیزار بودن از همه چیز، اصلا اسم خداهانه مردم عقدشون گینه، برای اینکه اینقدر خداهای دروغی به ما معرفی کنن. اما این فرصتی خواهد بود تا بتوانید خبر خوش انجیل را به آنان اعلام کنید. مثلا کسایی که میان به شما آزار میخوان برسونه، اگه این خبر خوش انجیل بهشون برسونی یا اونم برمیگرده. من ایمان دارم کسی که این کتاب بخونه برمیگرده، من ایمان دارم کسی که عیسی مسیح اون دست بیزاره برمیگرده، چون این مرده نیست، این خدا خدای زنده است، خدایی که قیام کرده از قبر و قیام کرد به آسمان صعود کرد و بعد از اونم پیش بچه ها اومد، 40 روزم با بچه ها بود با تمام شاگردان و 500 نفر دیدن که به آسمان رفت. هر کسی میگه آقا اینا همه داستان سراییه، ولی اگه داستان سراییه خب تا الان امتحان بکن، ضرر که نمیبینی، پولم که بابتش داری نمیدی که، ضرر هم که نمی کنی، 1 دلار هم پول نمیدی بابتش، به عیسی مسیح ایمان بیار، با عیسی مسیح، ولی با قلب، واقعا با قلبت بگو عیسی مسیح واقعا من میخوام ببینم امروز تو کی هستی. واقعا اینا که اینقدر میگن عیسی عیسی عیسی، میخوام ببینم عیسی کیه. اگه واقعا تو راست میگی عیسی مسیح، اگه تو هستی، زنده هستی، بیا به قلب من، بیا در زندگی من، بیا تحول ایجاد بکن. بریم یه سرود گوش بدیم، برگردیمشون.
درود دوباره به ملت عزیز ایران. خوشحالم که با شما هستم. ولی با من باشین. با من باشین که از کلام خدا دارم میگم بشنوید. واقعا ما این روزا واقعا احتیاج داریم که خدای زنده رو به قلب خودمون وارد، به زندگی های ما وارد بکنیم. چون این روزا روزای آرامش نیست. روزایی نیست که ما آرامش داشته باشیم. روزایی نیست که ما واقعا به قول اینجایی ریلکس باشیم. نه، همش روزایی که بالاخره روزی میرسه که این جوانی ما میره، قدرت ما میره، پولی که داریم میره، پیر میشیم، بعد از همه چی محروم میشی، دیگه نمیتونی، بعد چشا ضعیف میشه، نمیدونم بدنت خوب کار نمیکنه، قدرت بدنی دیگه نداری. بالاخره اینا میرن، همینجوری زمانم با آخر میرسه. یک روز این زمان با آخر میرسه که عیسی مسیح داره میگه زمان با آخر میرسه. پس بیایم با هم با محبت باشیم، واقعا بیایم با هم اینقدر دوست باشیم که بتونیم با همدیگر واقعا اون شادی، اون نشاط خداوند به همدیگه بدیم. که درست سختی زندگی خیلی، شما یه دونه مثلا این ما تو ایران میگفتیم کارگرای شهرداری میگفتیم میومدن جارو میزدن، ببین اینا با چی عشقی کوچه ها رو تمیز بکنن، خیابون ها رو تمیز بکنن، در صورتی که بدترین شغل دارن. ساعت 4 صبح پا میشن با عشق بیش از حد تمام خیابون رو براتون پاک میکنن، با تمام عشقش کوچه هاتون و آشغالاتون رو میبرن. اینجور آدم ببین واقعا این با شرف و شخصیت داره زندگی میکنه. ولی ما اونا رو تغییر میکنیم، اونا رو اصلا قبول نمیکنیم. در صورتی که این بهترین، اینا بهترین آدم ها هستن. شما نگاه بکنید مثلا الان کوچه نمیه، مثلا بدبختان صبح بیرسنن جاروز یعنی همه تمیز آکنه شمیه، و این چی با عشق کار کرده. ما همه ما باید اینجوری ببینیم. درست حکومت و دولت مردم زینن تو سر ما، ولی ما هر کاری که کردیم با عشق بکنیم اون کارو، که بتونیم واقعا چیز خوبی در بریم برای ایران. زیرا من خود به شما خواهم آموخت که چی بگویید، به طوری که هیچ یک از دشمنانتان یاری پاسخگویی و استادگی در مقابل شما را نخواهند داشت. خداوند میگه که عیسی مسیح گونه که موقعی که شما پیام انجیل دارین، از قدرت مو صحبت کردین، از من صحبت کردین، مو قدرت به شما دینم، روی قدوسم در شما ساکنه، هیچ ترس به خودتون را ندین. وقتی توکل کنی به عیسی مسیح، ایمان بدر که عیسی مسیح دستش روی تو هنه، عیسی مسیح تا به جلو بینه، عیسی مسیح به تو قدرت دینه. خودش عیسی مسیح حرفی نزه که عمل نکنه. وقتی خودش گونه من در شما هستم و در شما ساکن هستم، ایمان بدر که در ما ساکنه، ایمان بدر که به ما قوت میده، قدرت میده. و همه به سبب اینکه پیرو و من هستید از شما متنفر خواهند شد. شما الان میبینید مثلا خیلی ها ما به عیسی مسیح ما میاریم، خبر خوش بهشون میدیم، به ما بد میگن، چرت و پرت دارن میگن، به ما مثلا فوش میدن، ناسزا میگن، میگن شما کافرین. در صورتی که ما مرده رو در مقابل خدا نمیذاریم و نمیپرستیم، ما خود خدای زنده رو میپرستیم، خدای یکتا، خدای واحد، پدر و پسر و روح القدس خدای واحدن، در سه تا شخصیتن، خدای سه تا خدا نیستن. میگه آنگاه در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و در خورشید و ماه و ستارگان علایم شومی دیده خواهد شد. ما همون گفتم هنوزم در آسمان ها میبینیم علایماشو.
بعضی چیزا میبینیم دارن در آسمان، اینا خبرهای خوشی نیستن، اینا خبرهای آخر زمانه. بر روی زمین قوم‌ها از غرش دریاها، خروش امواج آنها آشفته و پریشان خواهند شد. همین سونامی ها، همین طوفان ها، مردم این چی پریشان شد، بیش آتش سوزی هایی که الان میشه اصلا نمیتونن مهارش کنن. مهار میشه به هر حال، ولی خیلی مشکله. طوفانی که میان نمیتونه جلوشی بگیره. 400 کیلومتر 500 کیلومتر سرعت باد داره میاد، تمام خونه اینا، خونه اینجا همه چوبیه، میبره. طوفان میبینی مثلا تا یک قد آب گرفته همه جا رو. اصلا این طوفان ها بی سابقه بوده، خود دولت آمریکا میگه این طوفان ها بی سابقه بوده تا حالا. سونامی هایی که الان در هر کشور ها میاد بی سابقه است. اینا خبرهای خوشی نیست، اینا خبرهای آخر زمانه که همین که عیسی مسیح 2000 سال پیش گفت، 2000 سال پیش این خبرها رو داد که همچی روزایی میاد. ولی ما چقدر آمادگی داریم با خدا راه میریم که اگر یک روزی این روزها اینجوری شد اومد ما مردیم، کجا باید بریم؟ آیا ما مردیم میدونیم کجا میریم؟ کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارم، من ایمان دارم که وقتی به عیسی مسیح ایمان دارم که در بهشت خداوندم، چون قول خداونده، چون با خدا راه میخوام برم، با خدام راه دارم میرم. کسایی که ایمان میارن، با خدا راه میرن، ایمان دارن که اون دنیا در بهشت خداوندن. اینم نیست بهشت و جهنمی وجود نداره. 100% بهشت و جهنمی وجود، 100% خلافکار باید خلاف خودشو بده. همینجور که در این دنیا تو خلاف بگونی باید خلافتو بده. ولی خیلی خوب آدم از قانونم چیزایی بلد باشه. دیروز تو فیسبوک یه دونه آمریکایی رو گرفته بود، یه پلیس زن داشت باهاش صحبت میکرد، هر چیزی بهش میگفت پسره با قانون بهش جواب میداد. زنه مجبور شد گیدی نه گواهینامه خودشی میده نه هیچی، گفت تو سرعت بیش از حد رفتی، گفت نه من سرعت نرفتم، گفت من 65 تا دارم ریکوردم کردم با تلفن خودم، تو منو گرفتی، تو الان غیر قانونیه که تو منو گرفتی، برای اینکه هیچ جرمی من ندارم. همه رو با قانون بهش میگفت. خیلی خوب آدم از قانون یه چیزایی بلد باشه موقعی که پلیس آدم میگیره. منیجرش اومد، سوپروایزرش اومد، با اونام گفت قانونی، با قانون با اونا صبح که آخرش هم گفتم بفرما برو، چون با قانون علیکی که نمیتونن بگیرن. اینجا کشور قانونه، تو ایران نیست. اگه یه نفر بگیرن، اگه یک نفر بگیرن، اگه حق با اون راننده باشه یا حق با هر کسی که آدم پلیس نیست، حق با پلیس نباشه، اونجا زوریه، قانونی وجود نداره. زور بهت میگه آقا من تو رو گرفتم، بایزی مثلا 200,000 تومان بدی، 500,000 تومان جریمه بدی، 1,000,000 جریمه باید بدی، باید بدی. قانونی هم باید صحبت میگونی، میگی نه، چون کشور قانون نیست، کشور هرج مرجیه. اینجا کشور قانونه. وقتی پسره را استاب کرد، صحبت کرد باش، نتونستن ثابت بکنن دید داره حرف خوب داره میزنه، داره قانونی صحبت میکنه، گفت آقا بفرما برو. ببین کشور قانوندار با کشورهای بی قانون چقدر فرق داره. پلیس من را استاب کرد، شب بود، خب مثلا من رفتم یه چیز از پایین ور دارم، یه دونه زیگزاگ رفتم، پلیس من استاپ کرد، گفت چرا زیگزاگ؟ گفتم من مثلا خودکارم افتاده بود پایین، من ور داشتم. اینقدر آزمایش کرد، دستاشو اینجا رو این ور اونور برد، الکل از من گرفت، همه چی رو از من آزمایش کرد، دید نه هیچی نیست. اون زیگزاگ هم درست داشتم، میگفتم با خاطری که یه لحظه خودکارم افتاده بود ور داشتم، اون یک لحظه یک میلیمتر زیگزاگ رفتم. اینجا کشور قانونه. با من گفت برو احتیاط بگم، برو خونت، مواظب باش. همین، نه اینکه مرد میاد توی جلوی مجلس اعتراض میکنه به پولش ندادن، یا من نمیدونم پولاشونو خوردن، اومد به نماینده مجلس، نماینده خودش داره صحبت میخواد بکنه، میان با چماق میزنن تو سرش.
واقعا که چی قانونی دارن این دولت مندا، پر رو هم هستن، خیلی پر رو هن. از رو نمیرن. یا آخونده این قرائتی رو دیدین، اینقدر این مرد پر روه، میگه یک پنجزاری بیزار تو دست یا آخوند اگه بتونستی ازش بگیری. ما ببین چقدر نفهمه که میگه ملت ایران خر میدونه خودشون خرسوار، میگه که ما تازه سوار شدیم، به ما میگیم پیاده شو، میگه شما به این سادگی میتونی آخوند پیاده بگونین؟ من تازه دارم خرسواری برام لذت میده. ببین توی تلویزیون عمومی ایران داره همچین صحبتهایی میکنه. اینقدر پر رو هستن اینا، رحم و مروت اصلا در اینا وجود نداره، اصلا اینا خدا رو نمیشناسن. باور بکنی اینا خدا رو نمیشناسن، همه رو دروغ میگن به مردم، همه رو دروغ میگن، میگن ما خدا رو میپرستیم، من نمیدونم امامی، همه رو دروغ میگن. اینا هیچ کس نمیپرستن، فقط پول، در فکر پولن، فقط نگاه میکنن پول چیکار بکنن، فقط پول. یه دونه از مزامیر بخونیم که خداوند واقعا، مزامیر 91 که براتون میخونم، خداوند حافظ ماست، آن که به خدای قادر مطلق پناه میبرد زیر سایه او در امان خواهد بود. او به خداوند خواهد گفت تو پناهگاه و خدای من هستی، من بر تو توکل دارم. یعنی به خدا توکل کنین. خداوند تو را از هر دام خطرناک بیماری کشنده خواهد رانید، او تو را در زیر بالهای خود خواهد گیره و از تو مراقبت خواهد کرد. امروز بیایم به این خدا توکل بکنیم، خدایی که تمام زندگی ما مال اون، نفس ما مال خداونده، هر چیزی داری مال خداونده، اون میتونه بگیره، اون میتونه بده به ما. بس امروز به این خدا ایمان بیاریم، بگی امروز، بگی عیسی مسیح خداوند بیا در قلب من، بیا امروز زندگی من اصلا این رو اون رو بکن، تحول ایجاد بکن، شادی تو، آرامش تو. امروز میطلبم برای تمام ایرانی ها، بخصوص جوانای ایرانی، خداوند پشتیبانشون باشه، خداوند نجاتشون بده، خداوند حفظشون کنه و حکمت خداوند با جوانای ایرانی باشه. شکرگزار خداوندم برای ایران، به ایمان دارم که ایران روزی آزاد میشه، در به دست خداوند، به پادشاهی خداوند میفته. شما رو به خدای که پشتیبان ایرانه میسپارم. تا هفته دیگر، بدرود عزیزان.